گبریل پرزم، مکزیکی هم، یعنی تو مکزیک به دنیا آمدم و الان تو آمریکا تو شهر آلبوکرکی ایالت نیو مکزیکو زندگی میکنم. کارم تعمیرات آپارتمان هاست. از تعمیر وسایل لذت میبرم. ورزش رو دوست دارم، عاشق فوتبالم و بازیم میکنم. یکمم با دمبل کار میکنم. گیتارم میزنم. خیلی موسیقی رو دوست دارم. از گوش کردن موسیقی هم لذت میبرم. یک کمی هم خودم ساز میزنم. خیلی خوب نمیزنم، ولی خودم که ازش لذت میبرم. Mi amor jamás llegará a ti. Ámame para que yo te ame. Si tú no me amas, mi amor jamás llegará a ti. Oh, hijo del ser. سال 1971 تو شهر مونتری مکزیک به دنیا آمدم. دومین پسر پدر و مادر مکزیکیم بودم. پدرم امانوئل، مادرم پترا. برادر بزرگترم فرناندو، بعدش من بودم گابریل و برادر کوچکترم مارتین. آخری هم آنا خواهر کوچکم. تو مکزیک بزرگ شدیم. بچه هایی خیلی معمولی بودیم تا اینکه پدرم تو سال 1980 از دنیا رفت. سرطان خون گرفت و یک هفته تو بیمارستان بود تا فوت کرد. بعد از اون بچگی ما یکم سخت‌تر شد. بعد از یک سال مادرم شروع به کار کرد چون پولش ته کشیده بود. خب ما پولدار نبودیم. پدرم برای یک کمپانی ساختمان‌سازی کار میکرد و تو مکزیک برای اون کار مثل اینجا پول نمیدن. با مذهب کاتولیک بزرگ شدم. پدرم کاتولیک خیلی معتقدی بود. مادرم هم همینطور. چون مذهب کاتولیک با فرهنگ ما خیلی عجین شده. خانواده های مکزیکی دوست دارن همه کارها رو خانوادگی انجام بدن. وقتی پدرم فوت کرد، ما یکم از مراسم خانوادگیمون رو از دست دادیم. چون مادرم باید کار میکرد. یادم ما بچه ها کریسمس رو با دوستامون میگذروندیم. برادر کوچکترم میرفت خونه دوستای همسن و سال خودش. من با دوستای خودم و مادرم روز کریسمس رو کار میکرد چون تو خونه یک خانواده پولدار کار میکرد و اونا روز کریسمس میخواستن مادرم اونجا باشه و کار کنه. این کریسمس بود. جشن سال نو همه دور هم جمع می شدیم. ولی دیگه بعد از فوت پدرم اون حس خوب وحدت بینمون نبود. یه شام مختصر با هم می خوردیم. بعضم مثل قبل هر کی خونه دوستش بود و مادرم، مادر بیچارم بعد از غذا دادن به ما تنها می موند. تو هفته مقدس پدرم همه فامیل و آشناها رو جمع می‌کرد و با هم می‌رفتیم سفر. بعد از فوتش اون برنامه هم کنسل شد. می‌رفتیم کنار رودخونه به شهرهای اطراف. تو ایالت ما کلی کوه و رودخونه است. خیلی اوقات خوشی رو با هم داشتیم. مامانم کلی عکس از اون روزا داشت، ولی متاسفانه خونش آتیش گرفت 10-15 سال پیش و همه ی عکس ها رو از دست دادیم و حالا همه ی خاطره ها فقط تو ذهن مونه. پدرم خیلی پشتوانه خوبی بود، علل خصوص برای من چون من یه استعداد خاصی تو فوتبال داشتم.
از بچگی همیشه می برد منو به مسابقات. برادرام هم می اومدن ولی نه همیشه. فکر کنم یکم حسودیشون می شد که پدرم منو لوس می کرد. ولی به نظرم پدرم هم خیلی از مسابقات فوتبال من لذت می برد. ما همه خودمون از خودمون مواظبت میکردیم. مادرم غذا رو آماده میکرد و دیگه هر وقت گرسنه‌مون میشد غذا رو گرم میکردیم. خوششانس بودم که مدرسه برام خیلی آسون بود. برای دانشگاه بورسیه گرفتم، دانشگاهی که تو ایالت خودمون بود. رشته جرم شناسی خوندم و بعد از اتمام دانشگاه شروع به کار کردم. پلیس فدرال مکزیک شدم و اون کار باعث شد که به همه جای کشور مکزیک سفر کنم. بعد که بازم به خاطر کار به ایالت خودمون برگشتم، همسر فعلیمو ملاقات کردم که خیلی دوستش دارم. یه بار تو شهر کولیاکان دنبال یه ماشین مظنون بودیم. وقتی ازشون سبقت می گرفتیم برامون دست تکون دادن. متوجه شدیم اسلحه دارن. فرار کردن و ما دنبالشون بودیم. از دره رفتن پایین و از تو ماشین شلیک می کردن. ما هم شلیک میکردیم تا اینکه اونا کوتاه آمدن و تسلیم شدن. خیلی چیزا رو لابد فراموش کردم ولی یادمه که اون لحظه ترس رو حس نمی کنی. استرس زیادی داره. وقتی اوضاع آروم شد رفتیم و دستگیرشون کردیم. بیشتر از یک بار تو محیط کارم و بیرون از کار دچار دردسر و گرفتاری شدم. از کارم اومدم بیرون. ولی به جز اون کار، کار دیگه بلد نبودم. این بود که همسرم تصمیم گرفت به آمریکا مهاجرت کنه. برادر و خواهرش اینجا بودن و اونم براش آسون بود که بیاد. ولی به من ویزا ندادن و مجبور شدم قاچاقی پیاده از مرز بگذرم. By walking on the desert. They got us together in a hotel in a تو یه هتل تو شهر چوبابا جمعمون کردن و گفتن فردا صبح خیلی زود با یه ماشین باری میبرنتون. Far away from the town, like in the رفتیم وسط بیابون. And it was this kind of a fence. It's not a fence, it's like three یه سیم خارداری بود که از زیرش رد شدیم و دیگه تو آمریکا بودیم. شروع کردیم به راه رفتن. آب، میوه و تن ماهی برای سفر همراهمون بود. 6 صبح شروع کردیم به راه رفتن. همه ی روز راه رفتیم. همون روز اول آب و غذامون تمام شد. تمام شب رو هم راه رفتیم. و یه شیر آب پیدا کردیم که توی مزرعه برای آب دادن به گاوا گذاشته بودن. به راه رفتنمون ادامه دادیم. تمام روز، تمام شب، روز بعدش هم تمام روز رفتیم. ولی دوباره آبمون تموم شد و شیر آبی هم پیدا نکردیم. ولی از این تشتک‌های بزرگ آب که وسط بیابون برای گاوا و اسبا می‌ذارن بود. آبش سبز بود. ولی تشنه بودیم. داشتیم از تشنگی خفه می‌شدیم. قمقمه‌هامون رو از اون آب سبز پر کردیم و خوردیم. شب بود. 3 ساعت قبل از اینکه برسیم به جایی که قرار بود دنبالمون بیان، یکی از همراهامون زانوش آسیب دید. One of the people who was walking with us got hurt on his knee. He landed on a پاش رفت توی چاله خرگوش یا یه چیز دیگه و درد گرفت. من خیلی ورزش میکردم و مرد دیگه ایم که همراهمون بود تو ارتش مکزیک بود. یکم من میذاشتمش رو دوشم و یکمی هم اون دوستمون که بتونیم ستایی به مقصد برسیم.
bring this guy to the point and the we get to the point خلاصه ساعت 4 صبح رسیدیم. قرار بود ما رو ساعت 6 بردارن و دیگه جون نداشتیم. افتادیم. Those 2 hours we just fell. When they brought me here وقتی آوردنم به آلبوکرکی همسرم اینجا منتظرم بود. تو یه سینما کار میکرد و اونجا رو تمیز میکرد. منم همراهش مشغول کار شدم. برای 6 ماه اونجا با هم کار کردیم و بعد دوباره باردار شد و دختر دوممون امریکا به دنیا آمد. دختر بزرگم گابریلا است، هم اسم من. خب مسلما ما مکزیکی هستیم و دوست داریم اسم پدر رو بچه‌ها باشه و بعدم آمریکا به دنیا آمد. اونا شوق زندگی و افتخار منه. کارمون تو سینما تموم شد و من باید دنبال کار میگشتم که این کار تعمیرات ساختمون رو پیدا کردم. در واقع تو همون آپارتمانی که داشتیم توش زندگی میکردیم با همسرم و دوتا دخترام. معمولاً کارم از دوشنبه تا جمعه بود. یه روز گفتن کی میخواد شنبه ها هم کار کنه؟ هیچ کس داوطلب نشد. منم نمیخواستم شنبه ها برم سر کار، ولی کاری به این حرفا نداشتن. برای کار شنبه ها من انتخاب کردم. دومی شنبه که رفتم سر کار دیدم یه عده‌ای دارن تو محوطه یه آپارتمان راه میرن و برنامه‌ای دارن. کنجکاو بودم ببینم چه خبره که یکیشون اومد پیشم و گفت دارن برنامه ریزی میکنن که با همکاری ساکنین اینجا این محل رو جای بهتری برای زندگی کنن. به نظرم خیلی خوب و جالب اومد و شروع کردیم به حرف زدن. گفتم از این کار چه هدفی دارید؟ هدف خاصی دارید؟ گفتن نه همه دوست دارن دنیای بهتری داشته باشن. گفتم درسته، موافقم. خلاصه پرسیدن به خدا معتقدی؟ گفتم مسلمه و درباره باورامون حرف زدیم، البته نه از دیدگاه مذهبی. من بهشون گفتم که من کاتولیک بزرگ شدن. گفتن چه عالی. و درباره مفاهیم مختلف صحبت کردیم و اینکه چطور به اونچه خدا از ما میخواد نزدیکتر بشیم. بالاخره اونا شروع کردن درباره ایده ها و چیزایی حرف زدن که برای من خیلی جالب بود. از دبیرستان یا دانشگاه من دیگه کلیسا نرفتم چون برام بی‌معنا بود که بر اساس اون چه ما تو مذهب کاتولیک یاد گرفتیم خدا عشق خالصه. پس چطور خدا میتونه یک انسان رو تا ابد مجازات کنه؟ این برام بی‌معنیه. For the whole eternity. That doesn't make any sense, I said. And then I said in the Catholic و اینکه بین من و خدا باید یه واسطه‌ای به نام کشیش باشه. نکتهش رو نمیگیرم. I don't see the point. So when we were talking وقتی درباره این مسائل با اون طرف که اومده بود تو آپارتمان حرف می‌زدم، اونم باها موافق بود که اینا مسائل مهمی هستن. و بالاخره به هم گفت، البته چون من ازش پرسیدم شما چه دینی دارید، گفت ما باهایی هستیم. گفتم چی هستید؟ گفت این دین از خاورمیانه اومده و اینطور و اونطوره. گفتم من هیچ وقت چیزی ازش نشنیده بودم. گفت اگه دوست داری بیشتر بدونی خوشحال میشم که بیای. گفتم کجا پیداتون کنم؟ گفت ما یه برنامه دعا داریم که میتونی بیای و با همون به هر شکلی که دوست داری دعا بخونی و درباره دین بهایی هم بیشتر بشنوی. گفتم باشه. آخر هفته بعدش رفتم به جایی که گفته بودن و درباره دین بهایی یاد گرفتم. اون موقع تحقیقاتم بر اساس کنجکاوی بود.
حقیقتا دنبال یه مسیر روحانی نبودم، فقط کنجکاوی بود. ولی وقتی اون مفاهیم و ایده ها رو شنیدم برام روشن شد و یکم بیشتر منو جذب کرد که تحقیق کنم که این دین چیه. When I was at school, I read this book from Nietzsche, Das Spoke Zarathustra. وقتی مدرسه می‌رفتم، یک کتاب تاریخ داشتیم که توش اشاره‌ای به زرتشت کرده بود. و من همیشه فکر می‌کردم زرتشت یک شخصیت افسانه‌ایه. وقتی فهمیدم واقعیه، گفتم واقعاً، و شروع به تحقیق درباره پیامبرای دیگه کردم. یه چیزایی که یاد گرفتم درباره زرتشت این بود که اون 10 سال درباره دینش با مردم حرف زد و حتی یه پیرو هم نداشت به جز پسرم موش. خیلی پشتکار داشته، این دینش بود. و خلاصه هرچی درباره ادیان یاد میگرفتم برام جذاب و جذابتر میشد. اولین کتاب جالبی که خوندم اسمش بود تولستوی و دیانت بهایی. برای من خیلی روشنگر بود. آخر این کتاب اعلامیه ای از شوقی افندی بود که برای سازمان ملل نوشتم. نمیدونستم که شوقی افندی کیه. هنوز بهایی نبودم. اما اونقدر این اعلامیه روشن و واضح بود. اونقدر که با اینکه انگلیسی بود، من ترجمهش کردم به اسپانیایی که بتونم به دوستام بدم. بعدن وقتی متوجه مقام شوقی افندی شدم، از اینکه نوشته ای اون رو ترجمه کردم یکم خجالت زده شدم، ولی خیلی واضح بود، باور کن. دو سالی بود که تحقیق میکردم و درباره این دین یاد میگرفتم. میدونستم که تو دین بهایی حقیقتی هست. همونطور که تولستوی میگفت، حقیقت تو همه ادیان هست. این ما این که ادیان رو در مقابل هم قرار میدیم و درک درستی از اونا نداریم. من متوجه حقیقت خالصی که تو دیانت بهایی بود شده بودم، ولی به نظرم اونقدر خالص بود که دلم نمیخواست با حضور خودم تو پیروان این دین ناخالصش کنم. بعد از یه مدت دوباره مشکلات زندگی شروع شد. مادر خانمم تو مکزیک فوت کرد. خانمم میخواست برگرده اونجا و با 2 تا دخترم رفتن. من باید میموندم، چون تو مکزیک نمیتونستم از نظر مالی حمایتشون کنم. تصمیم گرفتم اینجا بمونم، اما کاری هم نداشتم. نمیدونستم چه کار باید بکنم. یکی از دوستام دعایی به هم داده بود که وقت سختی ها بخونم. اسمش لوح احمد بود. دو ماهی بود که تو کامپیوترم بود و من نخونده بودمش. یه شب از یه کار لوله کشی برمیگشتم. خیلی خسته بودم. خوابیدم و یهو بیدار شدم و دیگه خوابم نمی بود. گفتم برم اون دعا رو بخونم. خوندم و خیلی حس خوبی داشتم. 3 روز بعدش کار گیرم اومد. حس خوبی بود. نمیدونم به خاطر قدرت دعا بود یا زمانش رسیده بود، ولی من دوباره تو وجود خودم احساس قدرت میکردم. فهمیدم اگه به دین بهایی اعتقاد دارم، باید یک کاری براش انجام بدم، ولی اولین قدم اینه که بهایی بشم. So I did it. I declared myself. باهایی شدم و سفر روحانیم شروع شد. Where there is love, where there is love, nothing is too much trouble, nothing is too much trouble. Where there is love, where there is love, nothing is too much trouble, nothing is too much trouble. There is always time. There is always time. There is always time. Whoa, whoa.
I actually did a junior youth program with. یه برنامه برای نوجوانا با چند باهائی دیگه داشتیم. 30 تا نوجوان تو اون برنامه بودن. The program ran like almost for 2 years. دو سالی برنامه رو داشتیم. الان دیگه اون برنامه رو ندارم. اما دوستام دنبال کار رو گرفتن و بعضی از بچه‌ها یا برادر خواهرشون هنوز میان. خیلی هیجان انگیز بود. It was very exciting. بعضی از خواهر برادرهای بچه هایی که من باهاشون کلاس نوجوانا داشتم امشب دارن میان تا با هم یکم فوتبال تمرین کنیم چون من مربیشون بودم همشون مربی صدا میکردن همسرم به چند تا برنامه های کتاب روحی یک رفته دخترم هم درباره دین بهایی میدونن خیلی شبیه بهایی ها فکر میکنن مثلا خیلی محافظ طبیعتن خیلی به مسنترها توجه میکنن متوجه اهمیت دعا هستن میگن دعا دنیامونو درست نمیکنه اما ما رو قوی تر میکنه تا بتونیم با هر چی تو این دنیا پیش میاد مقابله کنیم من بهشون میگم شما بهایی ارگانیک هستید بدون اینکه با بهایی‌ها در ارتباط باشید مفاهیم این دین رو میدونید Being totally in contact with the Baha'i, and you already have the same. Concept. بهشون میگم باهایی ارگانیک. Organic Baha'i. It doesn't matter. گذشته مهم نیست. مهم اینی که دنبالش باشه. مثل نسیم خودش میبزه.